امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان در سال 2021 با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. اصلا نزدیک نشد دیگه کی؟ دختر. دختر. یه دختر نزدیک نشد. دختر. خدای من دختر. یک جهان جدید برای همه افراد این سیاره اتفاق میفته. هر فکری که تو سرمونه برای بقیه هم آشکار میشه. قوی تر از چیزیه که میدونه. بهتر حواست به نویزت باشه پسر. یک راز تاریک. خب زنا کجان؟ سکوت غیر ممکن است. من به اون دختر قبل از اینکه اون قدرت رو بخواد نیاز دارم. مراقب خودت باش. مراقب خودت. مراقب خودت باش. اثری از داد لیمن. اگه اونا بگیرنت مرگ تطمیه. زود داشت برو. آشوب متحرک. همکنون آشوب آغاز می شود. یکی دختر. دختر. یه دختر نزدیک نشد. دختر. خدای من دختر. ببخشید من فقط. دختر. تا حالا دختر ندیدم. بهش نزدیک نشد. مشکلم. یه سقوط وحشتناک اتفاق افتاد. خوش شانسی که زنده موندی. اصلا نزدیک نشدی. مشکل تو کی هستی؟ اینجا صداها خیلی بلنده. ما بهش میگیم نویز. یک جهان جدید برای همه افراد این سیاره اتفاق میفته. چه میدونم شاید از سگم خوشت نیاد یا بخوای از پشت با سنگ بزنی تو سرم. از سگت خوشم میاد. هر فکری که تو سرمونه برای بقیه هم آشکار میشه. یک راز تاریک. خب زنا کجان؟ چرا اینقدر این دختره گیر داده به نویز؟ این که میتونم افکار تو ببینم خیلی عجیبه. برای منم ندونستن این که چی تو فکر توه خیلی عجیبه. یه جیگرشو داری بیا با هم بجنگیم. آره ترسو بیا بجنگ. فکت شو دارم سگمون میکنم. زود باش بجنگ. لعنتی بیا بجنگ. بجنگ. قوی تر از چیزیه که میدونه. بهتر حواست به نویزت باشه پسر. مار مردن. بر اساس رمانی با همین نام اثری از داد لیمن. اگه اونا بگیرنت مرگ تطمیه. زود داشت برو. بهم بگو چند نفرن؟ 100 تا 200 تا هزاران نفر. هر آنچه را که میدانید از یاد ببرید. اگه میخوای از دختر محافظت کنی باید الان بری. نیاز به گفتن نیست که دختر با اون قدرت میتونه چی کار کنه. سکوت غیر ممکن است. من به اون دختر قبل از اینکه اون قدرت رو بخواد نیاز دارم. با هنرنمایی دیزی ریپلی، تام هالند و ماتس میکلسن. مراقب خودت باش. مراقب خودت. مراقب خودت باش. آشوب متحرک. فیلم شکارچی هیولا از روی یکی از محبوب ترین بازی های ویدیویی تاریخ یعنی مجموعه بازی های شکارچی هیولا ساخته شده است. داستان فیلم شکارچی هیولا از جایی شروع می شود که یک دروازه عجیب شخصی به نام آرتمیس با بازی میلایوویچ به همراه گروهی از برجسته ترین سربازان را به دنیای ناشناخته و عجیبی منتقل می کند. حاکمان این دنیای ترسناک و تاریک هیولاهای زشت و قدرتمند هستند. این تیم برای جستجوی راه بازگشت به خانه بسیار تلاش می کنند. اما به نظر می رسد که راه بازگشتی نیست تا اینکه با فردی شجاع که به کاری خطرناک مشغول است برمی خورند. شکارچی هیولاها و در نظر این گروه درمانده تنها امید بازگشت به خانه است. از سمت دیگر آنها باید تلاش کنند تا از دروازه محافظت کنند و اجازه ندهند هیولاها به سطح زمین هجوم ببرند. در این راه آنها باید نحوه شکار هیولاها را بیاموزند و سختی‌هایش را به جان بخرند. داستان جذاب و پرکشش این فیلم
همانطور که خیلی ها را مجذوب بازی های ویدیویی آن کرده است، به احتمال زیاد می تواند دوستداران ژانر فانتزی را هم جذب کند. قدرت واقعی در این نیست که به سمت جنگ بدویی. مردان ما در طول زمان غارت کردن، دروغ گفتن و کشتن. اما شرافت هرگز از پهلوانی نمیاد، از سرسختی و بیرحمی میاد. عجب دوشنبه یه جو، مگه نه؟ آی گفتی یا میدونم. امروز قرار متفاوت باشه. سلام یارو، ای که تو نیستی. جدیدی از بیوه ها درست شده، پشتشم دشمنه یه جدیدی اومدن. این دیگه کدوم خرید؟ بیوه سیاه. و حالا مال من خفتم کرده. خیلی وقت ندیدم ادام بشین، چون آخرش گذشته از خفتت میکنه. چی هست هستن؟ ای که اون عمت آخه این هواپیمای مغناطیسی رو از کجا چون در آوردن؟ سفت بچسب.